بینندگان عزیز، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. من میلاد رسایی منش هستم و این قسمتی دیگر از مجموعه برنامه های نهاد اکس مازلم هست که من به همراه سایر همکارانم این برنامه را به شما عزیزان تقدیم میکنیم. تصمیم داریم به مناسبت ماه رمضان و ضربت خوردن و کشته شدن علی امام اول شیعیان، مجموعه برنامه های مفصلی رو به لحاظ تئوریک در باب علی و تئوری خلافت و مسائل پیرامون ببندیم. سه برنامه خواهیم داشت. این برنامه به قسمت اول این مجموعه برنامه ها هست که به شما عزیزان این رو تقدیم میکنیم. در این برنامه مهمان بسیار ویژه‌ای ما داریم که در حقیقت سه برنامه با ما همراه خواهند بود: ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، پژوهشگر تاریخ اسلام و همچنین از اعضای نهاد اکس مازلم اسکاندیناوی. ایمان عزیز، اگر صدای من رو میشنوید، من به شما درود میگم. درود بر شما میلاد بزرگوار، عرض ارادت خدمت همه همکاران شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم. بسیار بسیار عالی، سپاسگزار هستم که دعوت ما رو مجدد پذیرفتید ایمان جان و در این برنامه با ما هستی. قسمت اول در حقیقت این مجموعه برنامه ها عنوانش هست مبانی مشروعیت در صدر اسلام. سه سوال آماده کردیم که سعی خواهیم کرد به این سه سوال پاسخ بدیم. به موارد و سوالات بیشتر در برنامه‌های بعد قطعا خواهیم پرداخت. سوال اول من این هست ایمان جان، مبانی مشروعیت خلیفه در اسلام چیست و چگونه است؟ میلاد بزرگوار، باید توجه بکنید یکی از بزرگترین مشکلات جهان اسلام با پدیده جانشینی پیامبر اسلام. در واقع مشکلات به جایی رسید، افرادی مثل علی عبدالرزاق و دیگران نشستند و اشاره کردند که اصولاً اسلام فاقد یک مبانی حکومت داری است و اصولاً دولت در اسلام معنایی نداره، چون این مؤلفه ها در اسلام بسیار حقیر و کوچکند و در قرآن یا سنت پیامبر اسلام هیچ نص مشخصی مبنی بر جانشینی پیامبر وجود ندارد. خود پیامبر اسلام هم هیچ روایتی رو نیاورده که مشخص بکنه چه کسی با چه معیاری میتواند خلیفه بشه و از چه طریق. فقط آیه 26 سوره آل عمران هست که اشاره میکنه خداوند فرمانروای جهان هست، به هر کسی که بخواهد فرمانروایی میبخشه و از هر کسی که بخواهد باز میستانه. اتفاقا همین آیه مورد احتجاج یزید قرار گرفت در برابر امام سجاد شیعیان، یعنی زمانی که علی ابن حسین رو به دمشق بردن، در اونجا اشاره کرد که پدر تو با من بر سر خلافت به نزاع پرداخت و خداوند آن کسی که مقدر بود رو پذیرفت و به همین آیه 26 سوره آل عمران اشاره میکنه. بنابراین ما میبینیم در نگاه اول هر کسی در اسلام به قدرت برسه، خداوند او رو به آنجا رسانده، یعنی این قضا و قدر الهی بوده که او به آنجا برسند. از قبل همین مطلب امویان بیشترین نفع رو بردن، یعنی اونها معتقد بودند که ما اگر آمدیم به خواست خداونده نه به خواست مسلمین، چرا که خواست خداوند بالاتر از خواست مسلمین. اما نکاتی وجود داره. ببینید، ما در قرآن هیچ مؤلفه‌ای نداریم، در سنت پیامبر اسلام هم هیچ مؤلفه‌ای نداریم، اما علمای جهان اسلام سنت صحابه پیامبر رو به نوعی به عنوان مبانی مشروعیت خلافت در اسلام در نظر گرفت. به عنوان نمونه، زمانی که پیامبر اسلام فوت میکنه، چون جانشینی نداشت، عده‌ای از انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شدند تا شیخ خود یعنی سعد بن عباده خزرجی رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنه. این خبر به مهاجرین میرسه و سه نفر یعنی ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح میروند در آنجا. در اون محل
ابو بکر استناد میکنه به روایتی از پیامبر اسلام که الائمه من القریش، یعنی امامان از قریش هستند. بنابراین در همان جمع تصمیم بر این میشود که ابو بکر به عنوان خلیفه منظور بشه. حالا ادله خاصی هم داشتن، از جمله پیشنمازی ابو بکر در کنار پیامبر اسلام بودن و سبقه و سابقه او و به نوعی شیخوخیتی که ابو بکر داشت. اینها مبانی مشروعیتی شد برای افرادی که بعدها خواستند خلیفه ای رو تعیین بکنند. یعنی آنچه که به عنوان اجماع یا اربابان حل و عقد میشناختن، کسانی که میبندن و آزاد میکنن. زمان ابو بکر مشکلاتی ایجاد شد بر سر جانشینی او که یک نمونه اون رو ما در سعد ابن عباده دیدیم، قسمت دوم و بچه اون رو در بنی هاشم دیدیم، یعنی کسانی که مثل علی، عباس و برخی از امویان حتی مثل ابو سفیان یا سعید ابن عاص، اینها معتقد بودند که ابو بکر چون از قبیله بنی تیم هست جزء قبائل بسیار بی اعتبار یا کوچک قریشه، بنابراین برای ما بزرگان و قبائل معروف قریش نیست که زیر بار شخصی از بنی تیم برویم. ابو بکر سعی کرد مشکلاتی که ممکن هست بعد از خلافت او بروز و ظهور پیدا بکنه به نحوی مسدود بکنه. برای همین در زمان مرگ خود طبق وصیتی که به خط عثمان نوشته شد، عمر ابن خطاب به جانشین تعیین شد. همین مطلب، یعنی تعیین جانشین از سوی خلیفه قبلی، باز هم یک مبنای مشروعیت جدیدی به اسلام اضافه کرد، یعنی وصیت و نسل. در زمان عمر با توجه به اینکه اسلام قدرت گرفته بود، تعداد صحابه‌ای که باقی مانده بودند افراد معدودی بودند. عمر تصمیم گرفت در زمان مرگ خود هیچ کس رو انتخاب نکنه. یک راه سومی برگزید و خود هم اعتراف کرد. او گفت اگر من کسی رو انتخاب نکنم، کاری رو کردم که شخصی که بهتر از من است انجام داد، یعنی پیامبر اسلام، و اگر انتخاب بکنم، کاری رو انجام دادم که باز شخصی که بهتر از من است انجام داده، یعنی ابوبکر. اما او چون شخص خاصی رو مد نظر نداشت، بنابراین 6 نفر رو برگزید و گفت مسلمانان و در واقع آن افرادی که در آن جمع بودند ما بین خود 1 نفر رو معرفی بکنند و آن شخص به عنوان خلیفه اسلام شناخته بشه. در اون شورای عمر، خب عثمان انتخاب شد به عنوان خلیفه، بنابراین 1 مؤلفه دیگری هم به اسلام اضافه شد و آن هم انتخاب شورایی است. بنابراین این 3 مؤلفه به عنوان مبانی مشروعیت در اسلام شناخته شدند. یعنی کسانی که به واسطه اجماع انتخاب میشوند، 2 کسانی که به واسطه وصیت یا نص انتخاب میشوند و 3 افرادی که به واسطه شورا انتخاب میشوند. هرچند بعدها عنصر غلبه هم در اون نقش داشت، کما اینکه من آیه 26 سوره آل عمران رو آوردم که معتقد بودن اگر کسی هم به واسطه قهر و غلبه توانست خلیفه بشود، از نظر قرآن مشروعیت داره، حداقل قرآن جلوی اون رو نگرفته، چرا که فرمان روایی از آن خداست و هر کسی هم که بخواهد میتواند بده. خیلی متشکر. سوال دوم من این هستش که ایمان جان، جریان قدیر خم و به هر صورت ادعایی که شیعیان میکنند بر جانشینی علی پس از محمد، این جریان در این بستر چجوری قابل بررسی هست؟ ببینید، جریان قدیر دستمایه یک تئوری عجیبی برای شیعیان شد که خب موارد نقض اون بسیار زیاده. ابتدا اجازه بدید من اصلا اصل داستان رو عرض بکنم. زمانی که پیامبر اسلام عازم حج بود به عنوان آخرین حج خود، 2 سپاه به یمن ارسال میکنه. بخشی از اون سپاه به فرماندهی علی ابن ابی طالب هست، بخش دیگر به فرماندهی خالد ابن ولید. اشاره میکنه که اگر این 2 سپاه در یمن به هم رسیدن، فرماندهی با علی باشه. این سپاه وارد یمن میشه، با شمشیر مردم رو به اسلام دعوت میکنه و مردم هم با رغبت به آن شمشیر تن میدن و یدخلون فی دین الله افواجا محقق میشه. علی ابن ابی طالب خمس غنایمی که میگیرد، کنیزی رو از اون خمس خارج میکنه و با اون نزدیکی میکنه، در حالی که طبق رسم مألوف آن زمان ما بقیه غنایم رو بین لشکریان و جهادگران تقسیم نکرد. این مطلب میان سپاهیان مشکلاتی رو ایجاد کرد، یعنی آنها گفتن علی بنابر آن رسمی که باید
غنایم رو بین ما تقسیم میکرد نکرده، اما خود او بر خمس دست رازی کرده و با کنیزی رابطه برقرار کرده. افرادی رو به عنوان پیغامبر به پیامبر اسلام خود رو رساندند و جریان ماوقع رو گفت. یکی از اینها بریده اسلمی بود. در واقع بریده آمد نزد پیامبر و این مطلب هم در تواریخ متعدد هست، هم در صحیحین، اشاره کرد که بله چون این اتفاقی افتاد، علی از خمس غنائم کنیزی رو برای خود برداشت. پیامبر به او اشاره میکنه که آیا از این موضوع ناراحتی؟ بریده میگوید بله. پیامبر به او میگوید سهم علی از خمس بیش از یک کنیز است، یعنی خواست به نوعی داستان رو فیصله بده. این داستان ادامه پیدا کرد، یعنی علی که میخواست خود رو به حج برسانه، غنائم و لشکریان رو واگذاشت تا به پیامبر برسه و اعمال حج رو انجام بده. بنابراین او زودتر به مکه آمد. زمانی که اعمال حج به پایان رسید، جهادگران اسلامی وارد مکه شدند. ناگهان علی دید که اونها از غنائم لباسها و در واقع ابزار و ادواتی رو برداشتن و مورد استفاده قرار داد. این مطلب خشم علی رو برانگیخت و از اونها خواست لباسها رو در بیارن، غنائمی که گرفتن رو پس بدن. یک نزاعی به وجود آمد. بعد از اینکه پیامبر از مکه خارج شد در راه مدینه، احساس کرد که این مطلب میتواند مشکل ساز بشه، یعنی اختلافاتی که در درون سپاه جهادگر اسلام به وجود آمد میتواند اسباب مزاحمت بشه. بنابراین مسلمانان رو قبل از اینکه در آن راه به مدینه متفرق بشوند، در غدیر خم جمع میکنه و اشاره میکنه که هر کسی که من رو دوست داره، من رو قبول داره، علی رو هم دوست بداره. در واقع کلمه مولا که در اینجا آمده بنابر همان لسان خاص اعراب بیش از 70 معنی داره و حالا قرائن مختلفی وجود دارن که نشان میداد این کلمه به معنای خلیفه نبود. به هر حال پیامبر اسلام از این عادات داشت، یعنی زمانی که حالا نزاعی پیش می آمد سعی میکرد ما بین اونها رو ختم به خیر بکنه. به قول من از این نمونه ها ما زیاد داریم. مثلا خالد ابن ولید که از بزرگان بنی مخزوم بود با عمار یاسر که قبلا از بردگان همان قبیله محسوب میشد مشکلاتی پیدا کرد. پایگاه اشرافیت او بر نمیتابید که عمار یاسر بخواد برای او تعیین تکلیف بکنه و سابقه خود رو در اسلام بروز و ظهور بده. پیامبر به او گفت عمار رو باید دوست بدارین چون خدا او رو دوست داره. و خالد بن ولید اشاره میکنه که بعد از این روایت یا بعد از این گفته پیامبر اسلام همیشه عمار رو دوست داشتم. از این دست تعارفات رو پیامبر زیاد داشت. مثلا زبیر شخصی بود که او پیامبر اسلام به او گفت اون حواری منه، یا عبدالرحمن ابن عوف رو امین امت دانست، ابوبکر رو صدیق میدانست، عمر رو فاروق میدانست. این تعارفات وجود داشت. اما شیعیان آمدن از این داستان یک مبانی فکری ساختن مبنی بر این که پیامبر اسلام به موجب نص مشخص علی رو به جانشینی یعنی خلافت منصوب کرده، که حالا این مطلب موارد نقدی داره که اگر تا اینجا پرسشی دارید بفرمایید، اگر نه من وارد نقد حادثه غدیر خم بشم. یک سوالی که اینجا به نظرم مهم هست که ما مطرح بکنیم این هستش که ما در حقیقت صحبت هایی که شیعیان میکنند برای اینکه توجیه بکنند در حقیقت خلافت علی رو، میگن که امکان نداره پیغمبر با درایتی که داشته و آینده نگری که ما از شخص پیغمبر سراغ داشتیم بخواد که خلافت رو بدون جانشین و در حقیقت رو هوا رها بکنه و بعد از دنیا بره. یعنی به نوعی استدلال میکنن که قطعی هست که پیغمبر در حقیقت جانشینی برای خودش تعیین کرده و خب ما اگر استناد بکنیم به متون تاریخی این جانشین تنها و تنها میتونه شخص علی باشه. نظرت در رابطه با این سوال چه هست ایمان جان؟ و بعد اون وقت حالا موارد دیگه‌ای هم که مد نظرت هست و در ادامه میتونی ادامه بدی. بله، من اولین سوالم از این مسلمانان و شیعیان عزیز این هست، آیا پیامبر به امت خود بیشتر علاقه داشت یا الله؟ خب طبیعتاً الله. پیامبر قدرت پیشبینی آینده رو داشت یا الله؟ طبیعتاً الله. آیا الله نمیتوانست این پیشبینی رو انجام بده و با درایت و حکمت خود در قرآن آیه‌ای در مورد این مطلب بیاره؟ چطور در مورد ابولهب و بسیاری از مسائل بسیار پیش پا افتاده آیه آمد، اما در برابر یک نصی که میتوانست سبب ساز مشکل بشه
حتی یک آیه نیامد. وقتی کسی میگوید پیامبر اسلام دارای چنین درایتی بود، ببینید یکی از موارد نقض رو من عرض کنم. فرض کنیم پیامبر اسلام شخصی رو به عنوان جانشین تعیین کرد، اما از واقعه قدیر خم تا زمان مرگ پیامبر اسلام در حدود 3 ماه زمان بود. پیامبر اسلام هیچ رفتاری انجام نداد که مؤید جانشینی علی در امور حکومت باشد. به عنوان نمونه، پیامبر اسلام سپاهی رو تجهیز کرد که بفرسته برای جنگ. خب طبیعتا باید جانشین او برای این امر انتخاب میشد، اما اسامه بن زید انتخاب شد، یک جوان 19 ساله. حتی جالب این هست که ابوبکر و عمر بعدها اسامه رو امیر خود میدانستند، چون پیامبر او رو بر اونها امیر قرار داده. یا پیامبر اسلام زمانی که بیمار بود چندین نوبت نماز او فوت شد یا نتوانست حاضر بشه و با جماعت نماز بگذارد، اما ابوبکر رو فرستاد. خب طبیعی بود اگر او جانشینی مثل علی برای خود تصور کرده بود یا برای مسلمانان، با یک قرائن و اماراتی باید این رو به مسلمانان اطلاع میداد، اما چون این نسلی ما نداریم. بلکه اتفاقا یکی از موارد احتجاجی که در صحیفه صورت گرفت همین بود، یعنی آنها اشاره کردند که پیامبر تو را در آخرت پیش قدم کرده، یعنی در نماز ما، چگونه ما تو را در دنیای خود پیش قدم نکنیم. ببینید خود پیامبر اسلام به چنین مطلبی به روش عملی خودش اذعان نکرد. نکته دیگر، من عرض کردم کلمه مولا چندین معنا داره، برای همین باید یک قرینه‌ای در کنارش وجود می داشت که مشخص به خلافت علی باشد. خود علی هم چنین استنادی نکرده. در نهج البلاغه که شما اشاره می کنید و می خوانید هیچ کجا اشاره به قدیر خم نیست، بلکه حق خود رو از نسب، در واقع به واسطه این نسب مطالبه می کنه. یعنی می گوید ما، حتی در خطبه شقشقیه است اشاره می کنه میراث من رو بردن. او معتقد بود که پیامبر اسلام چون از بنی هاشم هست و از بنی عبدالمطلب هست، اوست که باید به عنوان جانشین پیامبر اسلام باشه. خود علی هم هیچگاه به این مطلب احتجاج نکرد. نکته دیگر، هیچ کدام از انصار یعنی یاران علی هم چون این مطلبی نگفتن. حتی افرادی که از مهاجرین بودن مثل مقداد، عمار، سلمان، حتی زبیر، هیچ کدام اینها به این مطلب اشاره نکردن، بلکه این روایت تنها روایتی بود که برای دوستی علی، آن هم به سبب مشکلاتی که در آن بستر پیش آمد. نکته آخرم عرض بکنم، ببینید پیامبر در حجت الوداع اگر قصد داشت علی رو به جانشینی تعیین بکنه، باید زمانی که حجاج جمع بودن در مکه این مطلب رو میگفت، نه اینکه اتفاقا در مکه و در منا اشاره بکنه که من دینم رو برای شما تکمیل کردم، اما بیاید در میانه راه در قدیر خم اشاره بکند که حالا علی جانشین شماست. خب چگونه چون این مؤلفه‌ای قبل از اینکه دین او تمام بشود در مکه اعلام نشد، در منا، در عرفات و در جاهای دیگه، ناگهان در میانه راه اعلام شد؟ همه این قرائن رو ما که در کنار هم قرار بدیم میبینیم هیچ کدام اینها به نحو مطلوبی نشان دهنده این مطلب نیست که علی جانشین پیامبر بنابر نص مشخص باشه. بسیار عالی. سوال بعد و در حقیقت سوال آخر در این برنامه، وقتمون هم بسیار کم هست، در حدود 3 دقیقه وقت داریم. مشروعیت خلافت علی با توجه به این توصیفاتی که شما کردید، به هر صورت به چه شکل محقق شد؟ این مشروعیت از کجا آمد؟ بله، علی در نامه‌ای که به معاویه می نویسه به این مطالب اشاره می کنه، میگه همانهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با من بیعت کرد. یعنی بس منظور او همان اجماست، افرادی که از مسلمانان هستند. اما بیعت با علی سست بود، به این دلیل که برخی از صحابه به خاطر شبهاتی که در نقش علی در قتل عثمان وجود داشت، هرچند علی مبرا از این داستان بود، اما نزدیکانی او داشت که در قتل عثمان نقش بارزی داشتند، این افراد خود رو با علی همساز ندیدن، بیعت نکردند، مثل سعد بن ابی وقاص، مثل حسان بن ثابت، مثل زید بن ثابت، عبدالله بن عمر، اینا بزرگان صحابه بودند و با علی بیعت نکردن. اسامه بن زید که من عرض کردم آخرین فرمانده سپاه پیامبر بود. اما علی بارها به معاویه نوشت که همانهایی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردن با من هم بیعت کردن. بر کسانی که حاضر نیستن تخلف روا نیست، بلکه شما هم باید به بیعت من تن بدید. که این مشکلات سبب شد عثمانیان یا به نوعی امویانی که طرف معاویه بودن این مطلب رو نپذیرفتن و این رو مشروط بر این کردن که این کار به شورا واگذار بشه،
نه بر اینکه شورشگرانی که از کوفه و مصر آمدن علی رو با زور بتوانند خلیفه بکنند. این نکته آخر، طلحه و زبیر با علی بیعت کردند اما شایبه های زیادی وجود داشت. مثلا ابو هلال عسکری در کتاب خود آورده، کتاب الاوائل، که گفت طلحه و زبیر با شمشیر مالک اشتر بیعت کردند، یعنی یک مقدار مشکلات و شایبه هایی وجود داشت. این بود که اگر ما بخوایم خلافت علی رو تبیین بکنیم باید بگوییم یک اربابان یا همان اجماع ناقصی بود که در بیعت با علی شرکت کرد. بسیار بسیار سپاسگزار هستم. ایمان سلیمانی امیری برای شرکت در این برنامه، نکات بسیار جالبی رو ایمان جان اشاره کردی. این قسمت اول از مجموعه برنامه هایی هستش که ما به مناسبت ماه رمضان و نزدیک شدن به 19 و 21 رمضان، ضربت خوردن و کشته شدن علی امام اول شیعیان، در دستور کار داریم و در حال بستن هستیم. دو برنامه دیگه به همین منوال خواهیم داشت. از شما عزیزان دعوت میکنم که حتما ما رو در برنامه های آتی هم دنبال بکنید. بسیار متشکرم.